تاریخ 24 جولای 2023 یا به عبارتی 28 مرداد 1377 روز تولد وینس مکمن برای اولین بار در تاریخ دنیای کشتیکش با اندرتیکر و کین آغاز میشه که دو برادر شونه به شونه کنار هم در رینگ حاضر میشن و به نظر اندرتیکر میخواد حرف بزنه که وینس مکمن خوشحال وارد میشه و میگه دیدید گفتم این دو تا با من؟ حالا که کین اومده بیشه اندرتیکر ویشک اندرتیکر برای به دست آوردن کارمند قهرمانی WWF در سامر نیازی به من نداره اما بالاخره یه جایی به من نیاز پیدا میکنه به خاطر خرد و استراتژی های درخشانم که اندرتیکر به نظر حرفای وینس رو دایورت میکنه و میکروفون رو میذاره زمین که وینس میگه هوی دارم با تو حرف میزنم که آندرتیکر نیت پاری کردن واسن وینس رو میکنه که وینس میگه تو به وینس مکمن برای دوستی نیاز پیدا میکنی حالا یه سوال وینس مکمن دوسته یا دشمن تا آخر شب وقت داری که به سوال فکر کنی و همین امشب به من جواب بدی نشون میدم قفس نسل آویزون و پالور احساسی وارد میشه با بغز بکن میگه پسرم به هم بگو که این حقیقت نداره به هم بگو که همش دروغه به هم بگو که همش یه کابوسه این منم پدرت که داره با حرف میزنه من کسی بودم که همیشه همراهت بودم من تنها کسی بودم که همیشه بهت عشق می برزیدم حتی اون هرزه که اسمش باشه مادرت هم به اندازه من علاقه ای بهت نداشت میاد حرکتی بزنه که این اجازه نمیدونه پالبر پا ادامه میده تو چشام نگاه کن پسرم خونی که توی رگام جریان داره توی رگای تو هم جریان داره من هیچ وقت بهت دروغ نگفتم خوب میدونی که کی صادقه و کی نیرنگ باز من پدرتم و ازت میخوام فقط یه کار برام انجام بدی و اون اینه که اونو اندرتیکر رو نابود کنی که کین یه نگاه به اندرتیکر میندازه و روشو بر که اندرتیکر با پا میره تو حلق پالوه میزنه کین هیچ کاری نمیکنه که منکایند وارد شو کین و اندرتیکر با هم منکایند رو میزنن و the fuck؟ بعد با هم ترکیبی روش تومبستون اجرا میکنن کین و منکایند مثلا قهرمانان کارمندان تکتیمن ولی الان میبینیم که به جون هم افتادن وینس این وسط میاد از آب گلالود ماهی بگیر و باندرتیکر با میگه فقط یک فرد بین تو و کاروند قهرمانی WWF باقی مونده کسی که توی سامر قطعا شکستش میدی و اون کسی نیست جز استان کالد سیواسین که مار زنگی آسین وارد میشه اما جلوش آتیشی شعله ور میشه آسین روی میگه میدونستم که تو تمام این مدت شما دوتا تا با همید براتون خوشحالم که دوباره خانوادتون رو بازسازی کردید اما هر زاده این آتیش دیگه چی بود نزدیک بود به فاکمون بدی توی سامر سلام، اگه تنها بیای اندرتیکر میدونم پیروزی سختی به دست میارم اما اگه قرار باشه جفتتون باشید خودم میدونم که شانسی ندارم پس حواستون رو خودتون خیلی باشه و واسه کلهتون چش بذاری چون قرار امشب کار یکیتون رو یک کنم تو الان توی رینگی و من روی استیج ما رو با آتیش سرگرم کردی فکر کردی با این کارت میری رو مخم و میسوزونیمون اما وقتی توی سامر اسلام دستم بهت برسه این منم که کونتو میسوزونم و دتس بادم لاین کاز کالد سد سو نشون میدن که منکایند رو با آمبولانس میبرن مسابقه بین شمراک در مقابل دن سفرن شکل میگیره که هر چقدر الان دارید میبینید سلبریتی ها توی مسابقات خوب کار میکنن مثل مثلا بدبانی لوگان پال یو اف سی کارا به همون اندازه برعکسش بدکار میکنن افتضاح تمام دن سفرن زیاد جالب حاضر نمیشه و آخرش هم اوون هارت به شمراک حمله میکنه و مچ با دیسکوالیفیکیشن تموم میشه که اوون روی شمراک ساب میشه اجرا میکنه که استیو بلکمن با پا میره تو صورت دن و بداد شمراک میرسه اما شمراک به استیو بلکمن سوپلکس میزنه و استیو بلکمن هم به شمراک سوپلکس میزنه عجیب شد شمراک بعد خوردن سوپلکس خل میشه و کلش رو به بلکان فلزی میکنه نشون میدن که منکایند کادر درمان رو زده و با برانکارد داره میاد عروسک بادی آسین رو دوباره نشون میدن بعد منکایند رو برانکارد سر میخور و میاد سمت رینگ و منکایند با یه کیسه پر از پونز میگه پس تو تمام این مدت این دوتا با هم تعبانی کرده بودن رهبر پیشاهنگی من وینس مکمن درست گفت و به مشتار داده بود که نمیشه روی کن حساب کرد اما الان تقاس حرف پوش نکردن اما پس میدم آقای مکمن به هم یه شانس دیگه داده تا به رستگاری برسم و رستگاری درست بالا سرمه منکایند به قفس نگاه میکنه و ادامه میده آقای مکمن میدونه که کین و منکاین قراره توی قفس باشن و قراره که کونم پاره بشه کدوم احمقی دوباره میره توی قفسی که نزدیک بود توش کشته بشه خب مردم فلادلفیا شما دارید به این احمق نگاه میکنید و برای اون کین هرومزاده یه سپرایز دارم هفت هزار پونس که قرار تبلیش کنن به بزرگترین آبکش مانکن یکی از پونزا رو و میکنه می تو صورتش رو ادامه میده برام فاقد اهمیته که چه اتفاقی توی مسابقه میفته و اولین باری نیست که کونم پاره میشه به هر حال امشب من تو رو توی جهنم میبینم روز خوبی داشته باشید سیبل وارد میشه و کرگن رو معرفی میکنه و کرگن با رفیقاش وارد میشن و بعد مارک مرو تنها وارد میشه مسابقه بینه این دو شکل میده که کرگن ترتیب مارک مرو رو میده اما خارج از رینگ جاکلین به سیبل حمله میکنه و واسه پرد شدن عواز کرگن میشه که مارک از فرصه استفاده میکنه و میزنه تو بالزای با کرگن و با جاکلین از لا جمعیت در میره انونسر برنده مسابقه رو کورگن با معرفی میکنه. ایکس پاک رو نشون میدن که روی چکمه های جف میشاشه هاک رو نشون میدن که کنار گزارشگران توی حالت مست حاضر شد و از اسهال خونی میگه مسابقه تکتیم بین های جفشره در مقال نیو ایج آوت لاز شکل میری که جفشرت پالختی میاد و میخواد حرف زنه که میکروفون قطع و از جیم راست شاکیم میشه توی این کمپانی هرکی دقیق دلی داره سر گزارشگره خالی میگونه و حال توی روند مسابقه فیلم بردار هی روی پاهای زوم میکنه توی رینگ مستر اس میتونه پال درایور بزنه و برندگان و مسابقه معرفی میشن و بعد مچ جفشرت از دست فیلم بردار که هی از پاش فیلم میگرفت آسی میشه و مثل گوسفند میگیردش پشماشو میزنه قفس هلین سل پای میاد و کین به همراه اندرتیکر با تاخیر وارد میشه بعد منکایند میاد و میخواد از قفس بره بالا اما داورا بهش اجازه نمیدن که با داورا درگیر میشه که کین میاد سر وقت جمع منکایند با در قفس ترتیبشو میده و بعد یه صندلی بر میداره و میخواد پرت کنه بالای قفس که دوبار تلاش میکنه و هر دوبار بار نمیتونه از قفس بالا میره که اندرتیکر سر و پیدا میشه و رو از قفس پرت میکنه روی میز گزارش کردن و بعد کی میاد سر وقت منکایند و با کتک میبرتش توی قفس و مسابقه با قفل شدن در قفس توسط داور مسابقه آغاز میشه کین با پلکان فلزی شروع به تجاوز به منکایند میکنه و روش پرشی انجام میده که منکایند خیلی بد میخوره به قفس کین به رینگ برمیگرده و منکایند میره زیر رینگ اما وقتی میاد بیرون با کیسه پونز و صندلی حاضر میشه دو ضربه محکم با صندلی به کله و کمر کین نمیزن و پونزا رو خالی میکنه که کین از پشت میزنه تو کلش و منکایند با صورت میره توی پونزا و هر طریقی زد و خورد ادامه پیدا میکنه که منکایند پال درایور میزنه و کین رو شوت میکنه توی پونزا منکایند میره روی تنه های رینگ که کین با کون پروپونز بلند میشه و سندلی میزنه تو کله منکایند و با اجرای چوکسلم تومبستون دو ضربه سندلی به کله و یه تومبستون دیگه اما روی سندلی منکایند رو به اون دنیا منتقل میکنه و کاور که استین از, از زیر رینگ میاد بیرون و میفته جونه کین، جون کین. از بالا میره و سعی میکنه قفص رو میکنه قفس رو جر بده که موفق هم میشه پاشو از تو قفس رد میکنه اما وینس مکمن قفس رو میاره بالا از اون ارتفاع اگه اندرتیکر بیفته قطعا میمیره از سین به حرفش عمل میکنه و ترتیب یکی از دو برادر رو میده و میر بعد تبلیغات میبینیم که اندرتیکر و کین توی رینگ حاضرن و اندرتیکر میگه استین من برای شما احترام زیادی قائل بودم اما با این کارت نشون دادی ترسوی بیش نیستی و امشب با سرنوشت رو, به رو خواهی شد و این موضوع به سامرسلم ربطی نداره و کاملا شخصیه که این رو میبینیم که خون از سرش جاری شده چاینا وارد میشه و به نظر خانه مسابقه با راک که قهرمان کارمند اینترکانتینتال راکه وارد میشه اما تنها پا به و اعضای گروهش با نردبون همراهش حاضر میشن و راک میگه خب چاینا فکر کردی خیلی گولاخی که منو صدا کردی بفرما قهرمان مردم اینجاست اما قبل از اینکه راک بخواد حرکتی بزنه میخواد بدونه که حتی یه هم تنها نیست راک فکر میکنه که کل این داستان لعنتی برای شروع یه مجموعه نبوده راک میدونه که شما سعی کردی که راک رو بهشونید اینجا تا دی ایکس بپرن روی راک و پیراهن کاملا نوع 500 دلاریشو باره کنن اما مشخصه که این اتفاق قرار نیست رخ بده چون که مثل همیشه راک یه قدم از همه جلوتر و بالاتره بنابراین چاینا اون چه که راک از تو میخواد انجام بدی اینه که حد خودتو بدونی و دهن لعنتی ببندی چه شد و باز کنی و به صفحه نمایش بزرگ نگاه کنی توی تایتن ترونز نشون میدن که با لیفت راک در اتاق دیکس رو بستن اوه او. راک ادامه میده حالا که راک مشکل دیکس رو حل کرده بهتره بریم سر وقت کارمون تریبل ایچ توی بزرگ ریمون منتعی به جهنم سامر حاضر راک متوجه شده که تو تریبل ایچ تنتون میخواره پس چیزی که راک از شما میخواد اینه که بیاید نیویورک و مثل یه مرد فیس تو فیس تک به تک بشیم چون که تک به تک بودن با من باعث میشه که کونه میمونتون معروف بشه و علاوه بر همه اینها راک گارانتی میکنه توی سامر سلام از نردبان بالا میرو تایتل اینترکانتنتال رو برمیدار شماها و میلیون ها هوادار راک ثابت میکنه که چرا راک قهرمان مردمه چرا انتخاب مردم و چرا راک بهترین قهرمان لعنتی کاروند اینترکانتیننتالیه که تا حالا بوده حالا برمیگردیم به تو اصلا راک میبینه که تو با چشمای شهلایی داری بهش نگاه میکنی چاینا اون احساس گرم و مبهمی که توی شکمت داری نگرانش نباش اصلا از بین میره طبیعیه راک میخواد به یه چیزی پی ببری میدونه که تو یه زن ناامیدی و همچنین راک میدونه که وقتی دور و راک میپلکی هیجانی میشی که برای این موضوع حتی یه لحظه هم سرزنشت نمیکنم به هر حال راک به یه نتیجه گیری میرسه چاینا و اون نتیجهگیری اینه که چاینا تو فقط نیاز داری که یه مقداری به دستش بیاری او منظورش اینه که به چاینا لطف کن و آره که چاینا به سمت راک حمله ور میشه که اوون و دیلو جلوشو میگیرن و راک ادامه میده اونو روی زانوهاش نگه داری توی پوزیشنی که بهش تعلق داره بذار بهت بگم چیه تو خیلی روی زانوهات خوشگل به نظر میرسی تقریبا انگار برای یه پوزیشن طبیعیه چاینا تو مدت زمان زیادیه که اومدی و با چشمای گرسنت به راک نگاه میکنی و راک مردیه که راضیت میکنه پس عزیزم کاری که ازت میخوام انجام بدی اینه که چشماتو ببندی و از جادوی راک لذت ببری که راک به نظر میاد تا با لب بگیره که نظرش عوض میشه میگه اصلا را نداره که راک یه تیکه اشخالی مثل تو رو بوست کنه و این حال مارک هنری حد تو بدون و لباتو قنچه کن و به اون تیکه اشغال حیجان زندگی رو بده هنری میره تا با چاینای بدبخ لب تو لب بشه که شان مایکلز با صندلی میزنه تو کله هنری و به داد چاینا میرسه هولی شت آیا شان مایکلز به دی جنریشن ایکس بر میگرده؟ شان صندلی رو میده دست چاینا و روی میز گزارشگران میرخص و کنار گزارشگران حاضر میشه بعد تبلیغات اعضای دیکس رو نشون میدن که توی پارکینگ دنبال اعضای نیشنن ول وینس خودکفا وارد میشه و با تکا میچینو که مسابقه میده که چیزی از مسابقه نمیذاره که تریپل با صندلی وارد میشه و به ول و تکا یه ضربه صندلی میزنه و میگه راکی تو از خط قرمز رد شدی و توی نقشت کاملا واضح خواهد شد تو قرار هرزه من باشی گنگرل از دل آتیش زور میکنه و با مسابقه میده که نشون میدن اجلا جمعیت داره این مچ رو میبینه توی این مسابقه زیبا گنگرل یه سبک خاص و سنگینی رو به نمایش میذار و اکسپاک موفق میشه گنگرل رو گوشه رینگ کده خودش کنه که سر و کله جف شرط گیتار به دست پیدا میشه و گیتار میزنه تو کله اکسپاک و مچ رو با دیسکوالیفیکیشن تموم میکنه بعد مچ تریپل و چاینا میان بالا سر ایکس جف شرط میزنه به چک گنگ کاکرل دوباره توی رینگ حاضر میشه که اج بهش حمله میکنه و مشوارونش میکنه که داوران میانو به زور اج رو از گنگرل جدا میکنن که گنگرل میزنه زیر خنده و خوشش اومده اندرتیکر رو نشون میدن که یه تابوتی رو داره با خودش آبجا میکنه مسابقه یه فینال برال فور آل بین برچا در مقابل بارتگان شکل میگیره که برنده این مسابقه هزار دلار و بازنده هزار دلار گیرش میاد که توی این بکس بارت اجازه نفس کشیدن به برچا نمیده و خیلی سری دو بار ناک میکنه و برنده برال فور آل معرفی میشه بارت بوکسش حرف نداره نشون میدن که یه تعداد آدم با موزیک خاص تابوتی رو کنار رینگ میذارن و میرن و بعد حضرت اندرتیکر وارد میشه میگه توی سامر مثل یک مرد چیزی که حقمه رو کارمند قهرمانی ورلد و رسلینگ فدرشن رو میگیرم فیس تو فیست از سینو قرار نیست از پشت بهت حمله کنم و نیازی نیست که در مورد برادرم نگران باشی چون کین خودش توی سامر برنامه داره پس در سامر 98 قرار فقط من تو و کاربنده قهرمانی WWF باش. اما امشب تو تصمیم گرفته که این موضوع رو شخصی کنی متوجه نشدی به سر وقتی به کین حمله کردی انگار به من حمله کردی بنابراین کاری که ازت میخوام بکنی اینه که همین امشب توی بزرگ رای به جهنم بیایی و درگیر بشیم که وینس مکمن وارنشو میکروفون رو از دست اندرتیکر میگیر و میگه آستین رو فراموش کن مهمتر از اون با وینس مکمن دوستی یا دشمن؟ وینس میکروفون رو میندازه و اندرتیکر گوشه لبش یکم باز میشه که وینس فکر میکنه خبری و میاد دست بده اما اندرتیکر بهش چکسلم میزن و کادوی تولد وینس مکمن رو در قالب چکسلم بهش میده که استیواسین از تابوت میاد بیرون و به نظر میخواد با اندرتیکر درگیر بشه که کین هم از تابوت میاد بیرون و میفته به جون آسین که میتونه خودش رو خلاص کنه و یه سندلی بر میدار و میاد که حرکتی بزنه اما نظرش عوض میشه و میره که روی رمپ زیر استیواسین آتیشی شعله ور میشه و به این شکل فوق العاده زیبا آخرین شو قبل از سامرسلم 1998 به اتمام میرسه مرسی که این بررسی رو دیدید دوست ویدیو رو لایک کنید و برای آره دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو فعال کنید و این امکان وجود داره که از طریق سایت remit.ir/gametrubal6 دونت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییاتون باش